من بیمار روماتیسم ستون فقرات هم یس دارم. نه حدودا میشه گفت کل هزینهشو میده دیگه. اجرای بیمه همگانی سلامت توانسته بخش زیادی از هزینه های درمانی بیماران رو کاهش بده. شیمی درمانی، پرتو درمانی، تمام داروها اینا همه تحت پوشش قرار گرفت و من تا همین الانم از بیمه سلامت دارم استفاده میکنم. اگه آزاد میخواستیم بگیریم بیشتر؟ 100% بیشتر. در برخی مواقع افراد فاقد بیمه حتی از تحت پوشش قرار گرفتن خود هم بی اطلاع هستن. اتومات بیمه شدم اصلا. یعنی خودتون حضوری نرفتی جای اقدام؟ نه، اتفاقی دیدم که اومدم ثبت نام کردم بیمه سلامت هستم خود به خود. خیلی برام جالب. ایشون میتونه وارد پنل شهروندی بشه، بر اساس دهکتون میتونه خدمت دریافت کنید. بیمه سلامت همگانی ایرانیان داره تا 31 فروردین 1403 و وضعیت بیمه شده این فرد هم بیمه شده فعاله. برای بررسی از وضعیت بیمه ای نیازی به مراجعه حضوری هم نیست. مشمولین بیمه سلامت همگانی که ساکنین شهرهای با جمعیت بیش از 20,000 نفر هستند میتونن با یک دستگاه رایانه شخصی یا حتی یک گوشی تلفن همراه وارد سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت به نشانی بیمه سلامت ایرانیان .ir وارد بشن، اطلاعات و مشخصات خودشون رو ثبت بکنن. در حال حاضر نیمی از جمعیت کشور از بیمه سلامت برخوردارن. 5 دهک اول جامعه همچنان بیمه رایگان خواهند بود با تأمین اعتباری که برای بودجه سال 1403 شده. ما بقیه هم طبق برنامه‌ای که داشتیم فعلا به همون صورت با تخفیف‌های ویژه‌ای که دولت قرار داده انشالله تداوم پیدا میکنه. جمعیت بیمه شدگان ما هم به صورت قطعی نزدیک به 40 میلیون نفر هست. در سامانه بیمه سلامت علاوه بر پوشش بیمه برخی اطلاعات و سوابق درمانی هم قابل مشاهده است. وقتی وارد سامانه شدن سوابق خدمات درمانی که بهشون ارائه شده توسط پزشک، آزمایشگاه، دارو همه رو میتونن رویت بکنن و برای اطلاع خودشون از این سوابق مطلع بشن. در حال حاضر 80% بیمه شدگان سلامت در 5 دهک اول جامعه به صورت رایگان و سایر دهک ها نیز مشمول تخفیف در پرداخت حق بیمه هستند. طیبه کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.